مایک پنس: حمله موشکی رژیم ایران در کردستان عراق را محکوم می‌کنم. اجلاس مؤسسه هاتسون در واشنگتن برای بررسی تهدیدهای رژیم ایران. تهدیدات تروریستی سپاه پاسداران علیه مخالفان در خارج از مرزها. با سلام به بینندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم به در یک نگاه این ساعت توجه کنید. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، حمله جنایتکارانه موشکی رژیم آخوندی به حزب دموکرات کردستان در عمق خاک اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد. به روز دوشنبه طی پیامی گفت: ساعتی قبل با نخست وزیر منطقه کردستان عراق نشیروان بارزانی صحبت کردم و حمله موشکی اخیر رژیم ایران به منطقه کردستان را محکوم کردم. این حمله تلاش رژیم ایران برای مورد تهدید قرار دادن و بی‌ثبات کردن نزدیکترین همسایه‌اش است. نیکیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت: رژیم‌های ایران و ونزوئلا تنها برای منافع خود تلاش می‌کنند. این دو رژیم در جهت منافع مردم خود اقدامی انجام نمی‌دهند. آنها برای دستیابی به منافع خود از طریق فساد عمل می‌کنند. شرکت کنندگان در اجلاس مؤسسه هاتسون در واشنگتن در 17 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر نسبت به تهدید رژیم ایران در منطقه هشدار دادند. مایکل پریجنت، تحلیلگر ارشد امور خاورمیانه، در این مؤسسه گفت: آمریکا باید برای مقام‌های کشورهای خاورمیانه روشن سازد که در منطقه ماندنی است. در غیر این صورت آنها مجبور هستند به حضور نیرویی مانند رژیم ایران تن دهند. در این اجلاس توماس جاسلین، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نیز گفت: رژیم ایران همچنان خط ارتباطی بین القاعده از افغانستان به سوریه و بقیه جهان است. پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی ولی فقیه ارتجاء در امور نظامی، با اشاره به بمباران جنایتکارانه اخیر مقر حزب دموکرات کردستان در خاک عراق به تهدید تروریستی در خارج از کشور متوسل شد و گفت: سپاه پاسداران در صورت لزوم مخالفان و دشمنان را تا آن سوی مرزها و دریاها تعقیب و سرکوب خواهد کرد. پاسدار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، نیز به تهدید تروریستی متوسل شد و گفت: هر اقدام خصمانه علیه کشور را در هر عرصه‌ای پاسخ 10 برابری می دهیم. غارتشدگان مؤسسه کاسپیان در مشهد، روز دوشنبه برای چندمین بار طی یک ماه گذشته و به رغم تدابیر شدید سرکوبگرانه، در اعتراض به چپاول دارایی خود توسط این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران در مقابل شعبه پامچال در این شهر تجمع کردند. تجمع مالباختگان کاسیان شعبه پامچال مشهد 19 شهریور. حسین شعارشون دوستی افتخارشون. یه مش بی کفایت شدن مسئول ملت. یه مش بی کفایت شدن مسئول ملت. یه مش بی کفایت شدن مسئول ملت. ستمگر حیا کن، پول ما را رها کن. ستمگر حیا کن، پول ما را رها کن. ستمگر حیا کن، پول ما را. رانندگان کامیون در نیشابور در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و لاستیک از یک سو و حمل بار توسط قطار به جای کامیون توسط رژیم آخوندی برای بی اثر کردن اعتصاب کامیونداران به اعتصاب خود ادامه دادند. رانندگان روز دوشنبه در مقابل اداره راه و ترابری رژیم در نیشابور تجمع کردند. این بود در یک نگاه این ساعت. همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا بخش بعدی. خدا نگهدار.